مقامات فرد گروگانگیر را یک شهروند 44 ساله بریتانیایی به نام ملک فیصل اکرم شناسایی کردند که شنبه شب پس از نجات آخرین گروگان‌ها از کنیسه بث اسرائیل واقع در دالاس تکساس در حوالی ساعت 9 شب کشته شد. اداره تحقیقات فدرال امریکا گفت تا کنون هیچ نشانه برای دست داشتن شخص دیگر در این حادثه وجود ندارد، اما انگیزه احتمالی آن را ارائه نکرده است. در همین حال مرد به نام گلبار که خود را برادر اکرم معرفی می کند، در پست در یک صفحه اجتماعی محلی مسلمان در فیسبوک نوشته است که برادرش از مشکلات صحت روانی رنج می برد و گفت خانواده وی هیچ یک از اقدامات او را نمی پذیرد و از همه قربانیان این حادثه عذرخواهی می کند. رویداد کنیسه بث اسرائیل پس از 10 ساعت مقابله با رهایی گروگانان انجامید که به گفته ماتیو دسارنو، مأمور خاص اداره تحقیقات فدرال امریکا، بدون موجودیت نیروهای خاص و گفت و شنود دوامدار با فرد مسلح می توانست بسیار نتیجه وخیم را در قبال داشته باشد. بسیار احتمال داشت که اگر ما افراد حرفه‌ای نمی داشتیم و به صورت متواتر با فرد مسلح گفت و شنود نمی داشتیم، اوضاع در همان اوایل روز خیلی بد به پایان می رسید. من در حال حاضر هیچ اطلاعات ندارم که نشان دهد این بخش از هر نوع تهدید دوامدار باشد. رئیس جمهور بایدن این رویداد را یک اقدام تروریستی خواند. آقای بایدن روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در فیلادلفیا گفت اکرم ظاهراً در سرکها سلاح خریداری کرده است. به همین ترتیب یک مقام امریکایی که نخواست اسمش ذکر گردد گفت اکرم دو هفته قبل با ویزای سیاحت از بریتانیا وارد ایالات متحده شده بود. پلیس متروپولیتن لندن در بیانیه اعلام کرد که پلیس مبارزه با دهشت افغانی با مقامات امریکایی درباره این حادثه در ارتباط است. پلیس ایالت تکساس روز گذشته گفت که مرد مسلح ادعا می کرد که برادر عافیه صدیقی دانشمند پاکستانی است و خواهان رهایی وی شده بود. این دانشمند پاکستانی در سال 2008 پس از آن که در یک پایگاه نظامی در افغانستان به گلوله‌باری پرداخت بازداشت شد و به 86 سال زندان محکوم شد. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.